سلام رفقا اینجا چنل یوتیوب فیت با ما و امروز میخوایم در رابطه با یه مکمل پرطرفدار برای افراد لاغراندام صحبت کنیم مکمل گینر خب رفقا همونطور که میدونید اکثر ورزشکارا چالش اینو دارن که چجوری وزنشون رو کم کنن اکثر مربیان بیشترین تولید محتوایی که میکنن معمولا در رابطه با رژیم های کاهش وزن چربی سوزی خیلی به من پیام میدن بچه‌ای که میگن بابا بسته دیگه چقدر در رابطه با چربی سوزی حرف میزنی یه یعنی مقدارم در رابطه با افزایش وزن صحبت کن در رابطه با مکمل هایی که در افراد میخوره که مثلا میخوام وزنشون رو زیاد کنم توی این ویدیو نمیخوایم کامل در رابطه با باید و نباید های افزایش وزن صحبت کنیم میخوایم در رابطه با مکملی صحبت کنیم که در اصطلاح بهش میگن گینر اسمش گینر یعنی اینکه میتونه باعث افزایش بشه حالا افزایش وزن بشه ماهیت این مکمل یک مکمل غذاییه یعنی که حتی اگه شما ورزش هم نکنی و خلق های داشته باشی میتونی مکمل رو مصرف کنی مکمل های غذایی مکمل که حتما نیاز به ورزش نداره مصرفشون این مکمل ترکیبی از کربوهیدرات و پروتئین که سهم کربوهیدرات نسبت به پروتئین در اون بیشتره و نکته این مکمل چیه؟ به نظر شما مثلا وقتی که یک نفر میخواد این مکمل رو مصرف کنه اصلا دلیلش چی میتونه باشه؟ دلیلش این میتونه باشه که با هم صحبت میکنیم چون خب به هر حال سوال پیش میاد طرف میگه خب چرا نمیری خود کربایی و تا پورتوین رو به شکل غذا دریافت کنی؟ نکته ای کار اینجاست که افرادی که معمولا وزنشون کمه و خواستار افزایش و وزنن یک چالشی رو دارن که شاید خیلی از بچههایی که دنبال کاهش وزنی اینو اصلا حتی متوجه نشن این تم از افراد عموما اشتهای کافی برای مصرف غذا رو ندارن یعنی فرد میگه آقا من نمیتونم واقعا مثلا برم بشینم برنج بخورم سیب زمینی بخورم به اون اندازه ای که باید مرغ بخورم اشتها نداره طرف و باید با یک حربه ای بتونه این کالری مورد نیاز رو به بدنش برسونه خب یکی از راه هایی که همیشه پیشنهاد میشه میگه آقا شمایی که میخوای وزنتو زیاد کنی و اشتها نداری سعی کن از غذاهایی استفاده کنی که حجم زیادی نداره ولی کالری زیادی داره بر فرض مثال میگم خورما حجم خیلی زیادی نداره ولی کالری زیادی داره بر فرض مثال دانجات بادام پسته عموما غذایی که حجم کمی دارن و داخل خودشون دانسیته کالری بالایی دارن به دردشون میخوره مکمل های گینر هم به واسطه اینکه حجم زیادی رو توی معده اشغال نمیکنن، احتمالا خوشمزن یعنی یه مقدار فرد رو بیشتر ترغیب میکنن واسه اینکه بتونه اون ماده رو به بدنش برسونه و خیلی راحت حمل و نقل میشه یعنی شخص دو تا اسکوپ 40 گرم 50 گرم حالا با توجه و نیازش توی شیکر میریزه حالا یا با شیر یا با آب مصرف میکنه دقیقا همینه که این مکمل میتونه کمک حال این افراد باشه میتونه کمک کنه اینایی که اشتهای خوبی ندارن مثلا با مصرف دو بار در طی روز یا سه بار در طی روز از مکمل گینر میتونن کالری بسیار خوبی رو به بدنشون برسونن و اون نقصان کالری که تو بدنشون وجود داره رو جبران کنن حالا شاید سوال پیش بیاد بگن که آقا بهترین تایم مصرفش که یه و دوزش چه مقداره عموما من همیشه میگم مکمل مخصوصا مکمل غذایی بهترین تایم مصرف نداره میتونید در میان وعده هاتون از اون استفاده کنید میتونید قبل از تمرین و یا بعد از تمرین از اونها استفاده کنید اگر میخواید قبل از تمرین ازشون استفاده کنید سعی کنید که حداقل فاصله یک ساعتی با تمرین داشته باشه که بتونه جذب شه و در واقع تخلیه گوارش انجام شده باشه اگر به عنوان میان بعد استفاده میکنید که دیگه مشخصه دوزش به چه مقداره سوال پیش میاد که آقا من الان مثلا میخوام این مکمل رو مصرف کنم باید به چه مقدار مصرف کنم جوابش یک جواب کاملا شخصی سازی شده است تو چند کیلویی نیاز کالری که چه مقداره چه مقدار رو میتونی از غذا تهیه کنی حالا هر چه مقدارش که مون ما میایم اون رو به گینر اختصاص میدیم شاید واسه یک نفر بشه در طول روز 150 گرم سه تا وعده مثلا 50 گرم شاید واسه یک نفر بشه 50 گرم بنابراین این گویی نمیشه کرد که مثلا بگیم آقا 50 گرم همه مصرف کنن چنین چیزی اشتباه خب توی این ویدیو مکمل گینر رو نگاهی بهش کردیم دیدیم که مکمل خوبیه برای, برای چه افرادی مکمل خوبیه جنبندیمون این بود که یعنی جنبندی که قرار بکنیم اینه که آقا این مکمل دوزش کاملا باید شخصی سازی بشه تایم مصرفش تایمینگ خاصی نداره میتونه توی میان وعده ها باشه قبل و بعد تمرین میتونه باشه با رعایت فاصله و اینکه این مکمل بسیار مکمل خوبیه برای افرادی که خواستار افزایش وزنن اگه این ویدیو برات مفید بود ممنون میشم که لایک کنید و ممنون که مثل همیشه کانال منو همراهی میکنید ورزشکار باشید با خوش ورزش کنید که با کمترین هزینه بیشترین نتیجه رو بگیرید خدا نگهدار